بیستمین روز مرداد ماه برابر با 11 اوت سال 908 خورشیدی برابر با 1529 میلادی، تأسیس رسمی مذهب پروتستان توسط مارتین لوتر. پروتستان عنوان نهضتی دینی در مسیحیت است که در قرن 16 میلادی با هدف اصلاح این دین توسط مارتین لوتر آغاز شد. او در ابتدا برخلاف دستور پاپ کتاب انجیل را به زبان آلمانی ترجمه کرد و تلاش نمود تا طلسم تعصبات خشک مذهب کاتولیک را بشکند. با نشر عقاید لوتر بسیاری از مردم به او گرایش پیدا کردند و علی‌رغم مخالفت کلیسای کاتولیک وی تأسیس رسمی مذهب پروتستان را اعلام کرد. لفظ پروتستان به معنی معترض است. آیین پروتستان در همه ممالک اصول آزادی فردی در امور دینی و دنیایی، قضاوت شخصی و تساهل دینی در مقابل اطاعت از سنت و مقامات رسمی دینی را در بر دارد. اساس این مذهب این است که فرد مسیحی فقط در برابر خدا مسئول است، نه در برابر کلیسا. پیروان پروتستان کتاب مقدس را بر همین اساس تفسیر می کنند و نظریاتشان درباره اعمال و وظایف کلیسا و آیین‌های مقدس ناشی از همین دیدگاه می باشد. از جمله ویژگی‌ها و تفکر پروتستانی، فردگرایی، تأکید بر آزادی فردی، تساهل و مدارا، تکیه بر تولید و گسترش ثروت، عبادت دانستن کار، محبت الهی دانستن ثروت را میتوان برشمرد. سال 1358 خورشیدی برابر با 1979 میلادی، لایحه قانونی مطبوعات در 41 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بعدها اصلاحاتی در آن صورت گرفت. در لایحه قانونی مصوب موضوعاتی چون تعریف مطبوعات، شرایط کسب امتیاز نشریه، جرائم مطبوعاتی و نحوه رسیدگی به جرائم پیش بینی شده بود. علاوه بر اینها قانونی برای مطبوعات در سال 1379 از تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی گذشت که در ماده دوم آن رسالت مطبوعات چنین تعریف شد: رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارند عبارتند از الف، روشن کردن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه. ماده دو، پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده. ماده یک ب، پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده. تبصره جیم، تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دستبندی مردم بر اساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی. بند دال، مبارزه با مظاهر فرهنگی استعماری مانند اسراف، تجمل پرستی، اشاعه فحشا و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی. بند ه، حفظ و تحکیم سیاست نشرقی نغربی. تبصره، هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری اسلامی باشد.